وقت شما به خیر. بیننده و شنونده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تورم سنگین خوراکی‌ها در تیر ماه به روایت مرکز آمار ایران، میوه و تره بار، قند و شکر و حبوبات در صدر لیست افزایش قیمت قرار گرفتند. پیامدهای قطعی برق صنایع، قیمت سیمان در بازار افزایش یافت. شرکت‌های بورسی حوزه فلزات از کاهش تولید به دلیل کمبود برق خبر دادند. مرکز آمار ایران از تداوم روند صعودی قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوارها در تیر ماه خبر داد. گروه میوه و تره بار بیشترین افزایش قیمت‌ها را در این ماه ثبت کرده و پرتقال 28%، هویج 21.5% و سیب 21% گران شدند. تورم ماهانه گروه قند و شکر نیز کماکان ارقام بالایی ثبت می‌کند و قیمت اقلام این گروه در تیر ماه حدود 6% بیشتر شده. گروه حبوبات هم از دیگر گروه‌های پرتورم تیر ماه بوده. قیمت لوبیا قرمز، عدس و لپه بین 4-5% افزایش یافته. در مقایسه با تیر ماه امسال، قیمت شیر خشک با تورم در مقایسه با تیر ماه سال قبل، قیمت شیر خشک با تورم 73.3% در صدر گرانی‌ها قرار داشته و متوسط قیمت یک قوطی 450 گرمی آن در کشور به بیش از 115 هزار تومان افزایش یافته. قیمت گوشت گوسفند نیز در تیر ماه امسال 70.4% نسبت به تیر سال قبل افزایش یافت و میانگین قیمت آن در کشور به 675 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده. در ادامه واکنش ها و هشدارها نسبت به شوک درمانی حکومت با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهادهای کشاورزی، یک اقتصاددان نسبت به تبعات بسیار سنگین سیاسی و اجتماعی این سیاست هشدار داد و گفت واکنش جامعه حتی ممکن است شدیدتر از سالهای 1396 و 1398 باشد. مرتضی افقه با تأکید بر اینکه دولت کسری بودجه خود را از جیب مردم تأمین می کند گفت این رویکرد فقرا را فقیرتر می کند و باعث سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر می شود. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن، راجع به موارد با هم صحبت میکنیم. آقای ماشینچیان، در مورد این سیاست ارز ترجیح بحث‌های زیادی مطرحه، هم از فسادزا بودن اون بحث شده، حالا هم خب این هشدارها که حذفش باعث تورم سنگین میشه و حتی تبعات اجتماعی داره. ارزیابی شما رو میشنویم. درود بر شما. ابتدا یکی از توجیه‌هایی که زیاد میشنویم این است که دولت داره به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت میکنه، در حالی است که این موضوع که تکنرخی کردن ارز تعریف مشخصی داره و این سیاستی که در جمهوری اسلامی بارها با این اسم اجرا شده، شیر بیالودم و اشکمیه که همه عوارض جانبی ارز تکنرخی رو داره اما هیچ یک از مزایای اون رو نداره. منتها هر بار به مردم تحمیل شده و زندگی اونها رو دشوارتر کرده و این دفعه هم مثل دفعات قبل خواهد بود. ببینید، ارز تکنرخی یک فراینده به این معنا که نرخ ارز با فرایند بازار و در نتیجه عرضه و تقاضا کشف بشه و بالا و پایین بره. کاری که در جمهوری اسلامی انجام میدن این نیست، چرا که در یک نظام تمامیت خواه حکومت حاضر نیست کنترلش رو روی نرخ ارز به فرایند بازار واگذار کنه. کاری که انجام میدن این است که با حذف ارز ترجیحی تأمین ارز رو برای کالاهای اساسی تا سطح قیمت بازار آزاد که بارها گفتند قبولش ندارند بالا میبرند. و فراموش نکنیم که تا همین چند ماه پیش آقای فرزین بارها تکرار میکرد که دولت ارز مورد نیاز برای همه نیازهای کشور رو تأمین خواهد کرد، اما امروز میبینیم که اینطور نخواهد بود. در نتیجه دولت عملا نرخ ارز رو به صورت دستوری داره بالا میبره. وقتی که ران توزیع میکنن و در اقتصاد کشور اعوجاج ایجاد میکنن و بحرانهای بلند مدت به وجود میارن، این کار رو با عنوان سیاستهای حمایتی انجام میدن. به مجردی که کفگیرشون به ته دیگ میخوره، با اسم مبارزه با فساد از جیب مردم این سیاستها رو متوقف میکنن و به باور من این دقیقا اتفاقیست که الان داره اتفاق میفته.
به نظر شما دولت پزشکیان که خب امروز عملا شروع به کار کرده در موضوع تورم با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟ به طور کلی همه دولت ها در جمهوری اسلامی به بی انضباطی مالی و کسری بودجه مبتلا بودند و دولت پزشکیان هم از این قاعده مستثنا نیست. عده‌ای وانمود میکنند که ایشون قرار است راه متفاوتی رو پیش بگیره، اما تمام شواهد حاکی از این است که پزشکیان هم راه رئیسی رو ادامه خواهد داد. هیچ برنامه‌ای مبتنی بر کاهش مخارج دولت در دستور کار نیست و پزشکیان باید خودش رو علاوه بر اینها برای روی کار آمدن ترامپ و کاهش درآمدهای ارزی آماده کنه. تنها اهرمی که دولت برای مهار تورم در اختیار داره افزایش مالیات هاست که بدترین و ناکارآمدترین ابزار ممکنه برای ایران و نه تنها به کاهش تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه در این شرایط رکود تورمی مزمنی که اقتصاد ایران ازش رنج میبره جلوی رشد اقتصادی رو بیش از پیش خواهد گرفت. این در حالی است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت به یک مرحله بحرانی رسیده و فرایند صنعت زدایی در ایران دیگه قابل انکار نیست. مجموعه سیاست‌های پزشکیان برخلاف اون چیزی که خیلی ها بهش امیدوار هستند فشار حد اکثری روی مردم ایران خواهد بود. من این رو متاسفانه با اطمینان عرض می‌کنم. کنار گذاشتن ارز ترجیحی در کنار افزایش مالیات ها و همینطور افزایش دستوری قیمت بنزین که دیر یا زود احتمالاً زود اجرا خواهد شد مثل پتکی بر سر مردم ایران فرود خواهد آمد و شرایط و به گونه ای پیش خواهد رفت که قیمت ها با آهنگ خیلی سریعتری نسبت به حتی یکی دو سال گذشته که تورم 40-50% کشور بهش مبتلا بوده بالاتر خواهد رفت. معاش مردم ایران از قبل هم سخت‌تر خواهد شد و بخش بزرگتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر کشیده خواهند شد. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی، ممنون. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزایش قیمت سیمان به دلیل قطعی برق را تایید کرد و آن را ناشی از کمبود این محصول در بازار دانست. علی اکبر الوندیان گفته قطعی برق سیمانی ها به نفع دلالان تمام شده و تولید کنندگانی که این روزها با کمبود برق دست به گریبان هستند سهمی از این افزایش قیمت ندارند. او اضافه کرده کمبود برق در حالی تولید را دچار اختلال کرده که در فصل ساخت و ساز قرار داریم و مصرف سیمان در اوج است. گزارش‌های رسانه‌ای هم از رکورد شکنی قیمت سیمان در بورس کالا حکایت دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی برای نخستین بار میانگین نرخ هر کیلو سیمان در بورس کالا به بیش از 2000 تومان رسید. وبسایت تجارت نیوز هم در گزارشی نوشته قیمت هر پاکت سیمان آب یک با افزایش 11000 تومانی به 100000 تومان رسیده. روز گذشته نیز دبیر کانون انبوه سازان مسکن از افزایش 90% قیمت سیمان در بازار و تعطیلی کارگاه‌های تولید مسکن به دلیل کمبود سیمان خبر داده بود. در ادامه روند توقف یا کاهش فعالیت‌های شرکت‌های بورسی به دلیل قطعی برق، دو شرکت گروه فلزات هم از کاهش تولید خود خبر دادند. بر اساس اطلاعی شرکت زوب روی اصفهان کاهش 90% برق این کارخانه در 3 روز هفته موجب کاهش 40% تولید روی این شرکت شده. شرکت سوژمیران نیز که در زمینه تولید سوب فعالیت می‌کند از قطعی 36 تا 40 ساعتی برق تحویلی به این شرکت خبر داده و اعلام کرده این محدودیت تولید هفتگی این کارخانه را 10-15% کاهش می‌دهد. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با من هستن. راجع به این مورد با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای غیبی، ظاهراً خب افزایش قیمت سیمان اولین پیامد این قطعی گسترده برق صنایع، از شما بیشتر بشنویم در این مورد. دقیقاً همینطور. سیمان که خب تأثیر اون رو ما زودتر از بقیه اقلام داریم میبینیم در بازار خرده فروشی و تأثیر همین توقف عرضه یا کمبودش که به افزایش قیمت هم منجر شده با یک بازه زمانی بلندتر در حتی حوزه مسکن هم قابل مشاهده خواهد بود. این افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید و عرضه و برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا است. در همه اقلام این رخ خواهد
خواهد داد، مختص و محدود به سیمان نیست. در همین اقلامی که مثلا صبح رو شما اشاره کردید، همین کاهش 15% به طور متوسط رو اگر ما برای کل این صنعت در نظر بگیریم، یک ماه گذشته رو درگیر قطعی برق بودن، یعنی یک ماه این مشکل وجود داشته و پیش بینی میشه تا 2 ماه آینده هم کماکان این روند پا بر جا باشه. بنابراین میشه گفت 3 ماه از سال رو اینها با به طور میانگین 15% کاهش ظرفیت در برخی صنایع خیلی بیشتر دارن کار میکنن. این کاهش تولید در نهایت تاثیر خودش رو در کوتاه مدت در اقلام مثل سیمان داره خودش رو نشون میده، در میان مدت و بلند مدت هم حتما در کالا و خدماتی که مردم دریافت خواهند کرد تاثیر خودش رو میگذارد. و در بعد کلانتر تولید کننده صاحبان صنایع قاعدتا اولویتشون برای عرضه محصول تعهدات خارجیشون هست، اونهایی که صادرات محور هستن مثل فولاد، مثل سیمان و سرب. بنابراین در این موارد و این اقلام شاهد خواهیم بود که محدودیت ادامه دار خواهد بود، چون اولویت تعهدات خارجیشون هست و تأثیر این موارد اقلام صادرات محور تأثیرش بیش از سایر اقلام خواهد بود در کشور. و عرض کردم پیش بینی میشه این روند ادامه داشته باشه، چه برای امسال چه برای سال آینده ما شاهد این روند خواهیم بود. تا زمانی که ناترازی برق به صورت اساسی حل نشود، ما این بحران رو در کشور خواهیم داشت به صورت فصلی، و زمستان هم در راه است و بحث گاز و محدودیت گاز هم به شکل دیگری بر صنعت و بر قیمت تمام شده کالاها حتما اثر خواهد گذاشت و به زودی موضوع برق جای خودش رو به موضوع گاز خواهد داد. خیلی ممنونم، امروز با من بودیم رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنونم از همراهی شما با بخش اقتصادی امروز.